در این ویدیو از سنیکس تیوی مصاحبه از یک پرنستار به نام کایدن کراس رو به نقل از مصاحبه کننده اون برای شما بازگو میکنیم. لطفاً توجه داشته باشید که این ویدیو برای افراد بالای 18 سال و با ظرفیت در خارج از ایران است. پس اگر این شرایط را ندارید، از تماشای ادامه این ویدیو خودداری نمایید. کایدن کراس با صورت شسته و لباس راحتی سفید در آشپزخانه پشت میز ناهارخوریش در سان فرانسیسکو نشسته و از نور صبحگاهی کالیفرنیا لذت میبرد. انگشتانش را بین موهای بلندش میبرد و مثل همیشه گره موهایش را باز میکند. اما این بار ماجرا فرق میکند. این بار مسیر انگشتانش را به سمت شکمش ادامه میدهد. در سن 28 سالگی او انتظار اولین بچه‌اش را از نامزدش مانوئل فرارا می‌کشد. اما کراس در راه مادر شدن با یک چالش بزرگ مواجه است. کراس اهل ساکرامنتو یکی از بزرگترین ستاره‌های فیلم پورن است. با رزومه‌ای که او با بازی در فیلم بادی هیت و تایلرز وود ایجاد کرده، توانست تا جایزه سکسی ترین صحنه فیلم های پورن را از بیست امریکن استارلت دریافت کند. کراس در طی مسیر حرفه‌ای خود با کمپانی های بزرگی همچون ویوید، آدام اند ایو و دیجیتال پلیگراند همکاری کرده است. امروز عصر من و کراس راجع به ارتباط بین بازیگری در فیلم‌های پورن و مادر شدن صحبت کردیم. او در طول این مصاحبه توضیح می‌دهد که چگونه توانسته است چالش‌ها و سختی‌های ارتباط بین این دو مقوله را حل کند. قبل از شروع به این نکته اشاره می‌کنم که اگه به تازگی با کانال یوتیوب زنیکس تیوی آشنا شدید، حتماً کانال ما رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید. تبریک میگم. ممنون. این اولین بچه شماست، درسته؟ اولین و آخرین بچه‌ام. همیشه دلم فقط یه بچه میخواسته. هیجان زده هستی؟ قطعاً. بچه دار شدن تنش زیادی همراه خودش داره. مخصوصاً اینکه سر یه انسان قراره از داخل بدنت بیرون بزنه. یه جایی میخوندم که در طول تکامل انسان، خودآگاهی بشر یه قدم بزرگ در راه اختراع زبان و ابزارهای مختلف بوده. اما در همین حین که قدم‌های بزرگتری رو به سمت پیشرفت شدن برمی‌داشتیم، ناتوانی سرمون در بزرگ شدن سرعت ما رو کم کرد. می‌دونین یه جورایی تکامل ما به همین خاطر متوقف شد. سر ما بزرگتر از حد لگن‌های ما شد. در حقیقت به خاطر همین بزرگ شدن بود که نمیتونستیم دیگه از بدن مادرمون بیرون بیایم، درسته؟ دقیقاً همینطوره. آخرین باری که پیش دکتر بودم اندازه سر دخترمو اندازه گرفتن و گفتن که دور سرش 22 سانتی متره. منم با تعجب گفتم قراره همینطوری بمونه، درسته؟ از این به بعد به جای بزرگ شدن سرش فقط بدنش بزرگ میشه؟ اونا هم خیلی شیک و مجلسی گفتن نه خیر، قراره بزرگتر بشه. خب حاملگی تو برنامه ریزی شده بود؟ بذار اینطوری توضیح بدم. نه بچه میخواستیم و نه بچه نمیخواستیم. میدونین بعضی از مردم ده ها سال تلاش میکنن تا بچه دارشن و همه کاری واسش میکنن. ما هم با خودمون گفتیم که دوست داریم بچه دارشیم و توی ذهنم گفتم که خب فکر کنم تا یکی دو سال دیگه این اتفاق بالاخره میفته. توی ماه مارس راجع به این موضوع حرف زدیم و چند ماه بعد یهو متوجه شدیم که حاملم. با خودم گفتم که خدا یادداری شوخی میکنی؟ قشنگ 6 ماه طول کشید تا این موضوع رو هضم کنم. سختت نیست که بدنت رو با حاملگی تطبیق بدی؟ چون خب بالاخره بدن تو بخشی از شغل و حرفته. حقیقتاً استرس این موضوع بزرگترین و شدیدترین استرسی بود که در طی دوران حاملگی داشتم. توی این صنعت اینطوری نیست که بگی ای وای از الان به بعد توی لباسام چاق دیده میشم. در واقع توی این کار شما نباید توی قسمت‌های خاص و خصوصی بدنتون هم تغییر ایجاد کنید. مثلا زخم‌های حاصل از جراحی یا افزایش میتونه صدمه خیلی وخیمی به حرفتون بزنه. البته من خیلی خوش شانس بودم چون به محض حاملگی از همه غذاها بدم اومد.
توی صنعت پرن باید تبدیل به خیلی چیزا بشی. مثلا یکیش اینه که همیشه باید یه دختر جوان جلوه کنی. با مستگیش همینجاست. همزمان هم باید مادری باشی که به بچه شیر میده و هم باید دختر جوانی به نظر بیای که تا حالا هیچ کس لمسش نکرده و باهاش نخوابیده. مثل اینکه خیلی از پرنستارا با مسئله حاملگی مشکل دارن. آره، خب اکثر آدمای عادی هم نمیتونن این دوتا مسئله رو با هم ترکیب کنن. یادم میاد که وقتی برای اولین بار پرنستارها رو دیدم بهشون گفتم وای، واقعا؟ شماها بچه دارین؟ چطوری از پسش برمیاین؟ اما وقتی به اندازه کافی دورشون باشی دیگه عادت میکنی. البته اینو بگم که قبل تموم شدن این ماجراها حتی وقتی آدمای عادی هم بچه دار میشدن شوکه میشدم. مثلا وقتی همکلاسی‌های دبیرستانیت حامله میشن خیلی شوکه میشی. تا حالا تجربهش کردی؟ اصلا سنت به این چیزا قد میده؟ مشکلی باهاش نداری؟ و البته توی مسائل تربیتی هم کار سختی در پیش دارم. قرار نیست مجبورش کنم کارای سنگین کنه، اما باید چیزای خیلی خاصی رو یادش بدم که شاید بچه‌های دیگه تا قبل 15 سالگی چیزی راجع بهش نفهمن. نمیدونم وقتی اومدین داخل متوجه بانی شدید یا نه. بانی حیوان خونگی ما هست. بانی یه حیوان بی‌نظیره و 6 سالشه. در بهترین حالت تا 9 سالگی دووم میاره. حالا شما تصور کنید که بچه من تا 3 سالگیش با این حیوان اخت میگیره و بعدش یهو با یه ناامیدی وحشتناک مواجه میشه. حالا من چطور میتونم مرگ رو به یه بچه 3 ساله بفهمونم؟ به نظرت کی قراره بهش بگی که توی فیلم های پرن بازی میکنی؟ این یکی از مسائلیه که سعی میکنم تا جای ممکن ازش مخفی کنم. خودتون متوجهید دیگه، هرچی بیشتر صبر کنم بهتره، چون فهمش بیشتر میشه. اما اگه تونستم تا بزرگ سالیش صبر کنم خیلی خوب میشه. تازه اون زمان دیگه مثل الان معروف نیستم. یه جورایی مطمئن نیستم. مگه اینکه بخوام اسپری برونزه کننده بزنم و کلی آرایش کنم تا جوون به نظر برسم. اما از این کارا خوشم نمیاد. البته ممکنه اتفاقات احمقانه هم پیش بیاد. مثلا وقتی دخترم 17 ساله شده باهاش برم کافی شاپ و یه طرفدار بیاد و همه چیزو با حرفاش خراب کنه. یه دوستی داشتم که وقتی پسرش 12 ساله بود باهاش رفته بود دیزنی لند و این دقیقاً همون زمانی بود که دوستم توی اوج شهرت و محبوبیتش بود. توی دیزنی لند چند نفر یهو با دیدن دوستم هیجان زده میشن و اسمشو صدا میزنن. البته اسم هنریشو و پسرش همونجا ازش میپرسه که مامان چرا اونا به این اسم صدات میزنن؟ و اونم مجبور میشه بگه نمیدونم عزیزم. و اون چند نفرم همچنان به کار احمقانشون ادامه میدن. طفلکی دوستم هم نمیتونسته پاشه بگه خفه شید لعنتیا، باید توی اون شرایط خودشو کنترل میکرد. نگران نیستی که وقتی میفهمه شغل چیه چه واکنشی نشون میده؟ خب نه، منظورم اینه که من آدم مذهبی نیستم و قرار نیست این بچه رو از راه‌های مذهبی بزرگ کنیم یا بهش این باور رو بدیم که سکس یه چیز خجالت‌آوره یا بده. در نتیجه ترس از سکس وجود نخواهد داشت. منظورم اینه که قاعدتاً بهش یاد میدیم که برای سکس زمان و مکان خاصی وجود داره. قرار نیست همینطوری بری بیرون. شاید خنده‌دار باشه که یک پرنستار همچین حرفی رو میزنه، اما قرار نیست همینطوری بری بیرون و سکس کنی و فیلمش رو همه جا منتشر کنی تا توجه‌ها رو جلب کنی یا هر چیزی. برای سکس کردن دلیل وجود داره و برای سکس نکردن هم همینطور. پس قراره یه ایده سالم از سکس توی ذهنش بکاریم که نه ترسناک، نه شیطانیه، نه بده، نه رمز و رازآلوده. درسته. و تو هم به خاطر شغلت سکس می‌کنی و در این حین هم سلامتت رو حفظ می‌کنی. هم خودت رو کنترل میکنی و هم مدیریت خوبی روی پول هات داری و قطعاً حد و مرزهایی برای این کار هم داری. بله حتماً، حد و مرزها خیلی مهمن، خصوصاً توی سکس و زمانی که شغلت سکسه. البته حد و مرزها به صورت فرهنگی رشد میکنن و ساخته میشن، اما من میخوام یه دیدگاه عالی و سالم از سکس برای دخترم بسازم، همونطور که واقعاً هست. اگرچه هرچی دخترت بزرگتر بشه، مخفی کردن حرفت هم ازش سخت‌تر میشه، درسته؟ درسته. اینترنت همه جا هست. اما پدر نامزد من یه بچه 7 ساله از ازدواج قبلیش داره و این پسر هیچ ایده‌ای از پرن نداره.
اینطوری نیست که هر وقت اینترنت بیفته دست یه بچه با خودش بگه خب بریم چند تا چیز ممنوعه ببینیم. به نظر من اخیراً تکنولوژی زیادی دست بچه ها افتاده. یه سن خاصی برای این موضوع هست. حدوداً 13 تا 15 سالگی. تا اون زمان اینترنت قطعاً به دست دخترم خواهد افتاد و اونقدر دخترای زیادی به صنعت پورن اضافه میشن که من دیگه اونقدر محبوب نخواهم بود. تازه بعید میدونم بتونه ظاهر قدیمی منو توی اون فیلم‌ها تشخیص بده. نمیگم غیر ممکنه، اما راههایی برای جلوگیری از افتادن این اتفاق هم هست. و یه چیز دیگه هم هست. ما مردم منطقی هستیم و سعی میکنیم با بقیه مردم منطقی برخورد کنیم. اینجوری نیست که هر جا رفتیم 7-8 تا مرد بریزن روی سرم و بگن ما عاشق فیلمای پورنت هستیم. آره خب میشه به این چیزا امید داشت. نه اینکه هیچ کدوم از این اتفاقا قرار نیست بیفته، چون به هر حال آدمایی هستن که فیلتر ندارن. چطور میشه گفت؟ هیچ خط قرمزی ندارن. یه سری جاها هست که نباید با دخترم برم، مثلا نیویورک سیتی. توی نیویورک همه منو میشناسن. خیلی عجیبه. اوه واقعاً؟ فکر میکردم بیشتر توی لس آنجلس معروف باشی. میدونی فکر میکنم توی لس آنجلس اسمای خیلی بزرگتری هم هستن، چون ستاره های واقعی تری اونجا هستن، آدمای بزرگ که صنعت‌های خیلی بزرگی رو مدیریت میکنن. پس اگه کسی اونجا یه پرنستار ببینه میگه خب اهمیت خاصی نداره، چون دیروز تام کروز رو دیدم. خب اگه دخترت بخواد بره توی صنعت پرن چی کار میکنی؟ تنها چیزی که من نگرانشم اینه که بدیده یه کار بدون زحمت بهش نگاه کنه و با خودش بگه خب میرم توی این صنعت کار میکنم، لذت میبرم و پولم رو میگیرم. میدونید خب توضیحش یکم سخته. من به شخصه فکر میکنم که بزرگترین مشکل پر نوع کاریشه که بیرون از خونه است. چیزای خیلی مهمتری برای دنبال کردن و توجه کردن وجود داره. وقتی بچه‌تون 7 سالشه باید مدام پیشش باشید و راهنماییش کنین تا خودش رو شکوفا کنه. دوست ندارم بچه‌م با خودش بگه پرن کار راحتیه. فقط کافیه خودتو در اختیار دیگران بذاری و وقتی 30 ساله شد متوجه بشه که چه اشتباهی کرده و باید عمر و هوشش رو توی کار بهتر صرف می‌کرده. این چیزیه که من ازش می‌ترسم. می‌ترسم نتونم به اندازه کافی پیشش باشم و وظیفه مادرانم رو در قبالش ادا کنم. پس مسئله سکس نیست. مسئله بخش عملی کار پرنه. خب برای یه دختر توی پرن فقط 7-10 سال کار هست. تازه این هم برای موقعیه که واقعاً به کارت متعهد باشی. نمیتونم بگم امکانش وجود نداره، اما چنین موقعیتی خیلی به ندرت پیش میاد. من توی زمان متفاوتی پا به این عرصه گذاشتم که الان دیگه از بین رفته و تا 20 سال دیگه این شرایط هم قطع به یقین عوض میشن. توی این دوره و زمونه باید کار خیلی زیاد برای پول خیلی کم انجام بدی. یه جورایی یه رقابت رو به پایینه. حقوق کارگرا هی داره کمتر و کمتر میشه. به نظر من تا چندین سال آینده دیگه کسی نمیتونه با دیدگاه من وارد پرن بشه. نمیخوام این صنعت رو زیر سوال ببرم یا بگم بد و پوچه، اما الان شروع کردن زیاد جالب نیست. اگه بخوای توی این دوره و زمونه وارد پرن بشی، باید خلاقیت خیلی زیادی داشته باشی. پول توی صنعت پرن همینطوری دستت نمیاد. موفقیت تو توی این صنعت خیلی نادر بوده، درسته؟ همینطوره. موفقیت من واقعا نادر بود و نظم زیادی رو مطالبه می کرد. به نظر خودم خیلی خوششانس بودم که تجربه زیادی توی این زمینه داشتم، چون قبل رسیدن به سن بزرگسالی رقاص بودم و به چنین سبک زندگی عادت داشتم. پس وقتی به این سن رسیدم متوجه شدم که میتونم با زحمت کمتری نسبت به قبل پول خوبی در بیارم. چطور با تنفر یا قضاوت‌هایی که مردم نسبت به بچه دار شدن پرنستارا دارن کنار میای؟ اگه بخوام صادق باشم، موقعیت‌هایی هست که در صورت بروزشون یه پرنستار نباید بچه دارشه. موقعیت‌هایی هم هست که یه پزشک یا یه شخص عادی نباید بچه دار بشه. بحث شغل نیست، بحث خود اون شخص و منابعیه که برای بچه داره. منظور من منابع مالی نیست. من نمیگم که اگه کسی پول نداره نباید بچه داشته. منظور من اینه که هر وقت یکی برای بچه دار شدن تصمیم میگیره، باید بدونه که تمام منابع احساسی رو برای ادا کردن دینش نسبت به بچهش داره.
اون بچه باید در حین رشد کردن احساس مهم بودن و احترام داشتن کنه. اگه چنین منابعی رو نداری، پس اون بچه کوفتی رو به دنیا نیار. و از دیدگاه من یه نظر احمقانه و بدون فکر راجع به پرنستارا وجود داره. ما نباید سعی کنیم که این نظر احمقانه رو از بین ببریم. چون فیلم‌های پرن سعی دارن این باور رو به مردم القا کنن که پرنستارا حاضرن هر جایی هر نوع سکسی رو تجربه کنن و از هر راهی توجه مردم رو به خودشون جلب کنن. به هر حال باید بدونیم که همه پرنستارا این کارا رو برای دوربین انجام میدن، نه برای دل خودشون. مثل این میمونه بیرون از خونه یه بازیگر رو ببینیم و بگیم وای، اون خیلی آدم بدیه، مگه اون فیلمش رو ندیدی؟ ما اون چیزی نیستیم که بازی میکنیم، ما هم شخصیت مستقلی داریم. بله درسته، مردم به صورت کلی واکنش خیلی بدبینانه ای نسبت به حضور پرنستارا اطراف کودکان دارن. یادته وقتی ساشا گری رفت تا توی یه مدرسه ابتدایی یه سخنرانی کوتاه داشته باشه، چه واکنش‌های بدی نسبت بهش ابراز شد؟ آره یادمه، مردم وحشت کرده بودن. خیلی بیش از حد واکنش نشون دادن. آره میدونم، منظورم اینه که شاید هم اینطور نیست. به نظرم تیم تنظیم کننده این برنامه هم میدونستن که قراره چنین اتفاقی بیفته. آره خب احتمالاً همینطوره. میدونی نمیشه انتظار داشته باشی که یکی از ستاره های صنعت سیکس اطراف بچه ها ظاهر بشه و مردم وحشت نکنن. حقیقت اینه که مردم فقط لغت سیکس رو میشنون و در همین لحظه به تمام چیزهای وحشتناکی که همراهش میاد فکر میکنن. با خودشون میگن من نمیخوام چنین آدمی دور و بر بچه هم باشه. پس از این نظر وحشت کردن یه واکنش بیش از حده و از یه نظر دیگه نمیشه انتظار داشت کسی وحشت نکنه. درسته. خب پس اگه بخوایم به نیمه یه پر لیوان نگاه کنیم، چطوری بودن تو توی صنعت پرن میتونه برای بچت خوب باشه؟ به نظرم من توی موقعیت‌های اجتماعی خیلی زیادی بودم و میدونم که واکنش مردم نسبت به من چیه. همه سعی میکنن بهترین واکنش ممکن رو نشون بدن. دوست دارن همدردی داشته باشن و با فهم و شعور رفتار کنن. و این خیلی بهتر از چیزیه که در گذشته شاهدش بودیم. چنین شعوری میتونه روابط عمیق‌تر و قشنگ‌تری بین مردم به وجود بیاره. البته مسائل دیگه هم وجود داره. مثلا من تونستم وارد صنعت پرن بشم و کار کنم و به خوبی ظاهر بشم. پول در بیارم و پس اندازه زیادی داشته باشم و آینده خوب و مطمئنی رو برای بچه‌م رقم بزنم. دیگه قرار نیست بین خریدن ناهار یا هدیه براش انتخاب کنم، چون تک تک جنبه‌های زندگیش رو پیش‌بینی کردم و طوری برنامه ریختم که از نظر مالی هیچ کم و کسری نداشته باشه. اصلا به خاطر همینه که دوست دارم یه بچه داشته باشم. یه بچه داشته باشم و تا آخر عمر حمایتش کنم. و بحث بعدی هم تجربه است. این همه مسافرت رفتن و بودن توی موقعیت‌های مختلف باعث شده که بتونم همیشه خودم رو کنترل کنم. احساس میکنم میتونم برای بچه‌م الگوی رفتاری خیلی خوبی باشم. به نظر من افرادی که توی صنعت پرن کار میکنن انسان‌های اوپن مایندی هستن، درسته؟ آره همینطوره، یا لااقل سعی میکنن اینطور باشن. صنعت پرن هم مثل هر صنعت دیگه ایه، همه جور آدم توش پیدا میشه. برخی از بازیگرا واقعا عاشق توجهن. مثلا وقتی باهاشون میری رستوران، دوست دارن تا جایی که میتونن صداشونو ببرن بالا و راجع به سیکس آنال صحبت کنن. در نتیجه تصمیم میگیری واقعا دورشون نباشی و باهاشون ارتباطی نداشته باشی. اینجور آدم ها کسایی هن که واقعا دلت نمیخواد بچه هات کنارشون بمونن. ولی مانوئل واقعا آدم خوبیه. اون همیشه مراقب منه و اجازه نمیده هر کسی وارد خونه بشه و یا اطراف بچه ها از هیچ کلمه‌ای که شامل سیکس یا مسائلی که مربوط به سیکس میشه استفاده نمی کنه. چند هفته بعد از صحبت‌های ما، کراس یه دختر بی‌نظیر و البته سالم به دنیا آورد.